تالار کادوگن در محله چلسی لندن شاهد هنرنمایی گروهی از هنرمندان ایرانی بود که از فرانسه، آمریکا و ایران برای اجرای برنامه صوفی و رومی به انگلستان آمده بودند. این برنامه تجسمی بود از حال و هوای صوفیانه با برداشتی از کلمات عارفانه مولانای بلخی همراه با رقص سما. تصوف همونطور که گفتم معانی مختلفی داره و صوفیان بزرگ هم تعاریف مختلفی ازش به دست دادن، اما اون چیزی که در همشون یکی هست این که از تعلقات دنیوی انسان بتونه رها بشه، بتونه بگذره و بتونه به اون چیزی که ذات حق هست بپیونده. شاهرخ مشکین قلم چهره سرشناس ایرانی طراح رقص برنامه رومی و صوفی بود که خود نیز در بخشایی از آن هنر کم نظیر خیش را به تماشاگران مشتاق ایرانی و انگلیسی عرضه کرد. در واقع سما برای من یعنی از خود بی خود شدن، یعنی از خود به در رفتن، از جسم خالی شدن، روح رو آزاد کردن. آوا فرهنگ، رقصنده ایرانی و کارین گونزالس نیز مشکین قلم را در برنامه رومی و صوفی همراهی می کردند. کمان که می بینید که اولا ما ست رقصنده روی صحنه هستیم، اولا که رقصیدن یک دختر یک ممانعتی هست براش در فرهنگ تصوفی که در ذهن عام جا افتاده، ولی من از اولش هم خواستم که این جنسیت نباشه، این پوشش استروتایپ نباشه که تحمیل بشه. پوریا اخواس که از ایران آمده بود در بخش دوم برنامه رومی و صوفی به خواندن تصانیفی پرداخت، از جمله این سعی کیست با یاد خوبت و در دل جان. در حقیقت روی صحنه بدای پردازی میکردم و تصانیفی که اجرا میکردم شاید از قبل فقط شعرش رو انتخاب کرده بودم و در حقیقت به صورت بداهه و بر اساس اون حس حالی که در آن به من القا می‌شد اجرا می‌کردم. پشهام برادر پوریا که از سان فرانسیسکو آمده بود با نواختن ماهرانه تنبک و دف حال و هوای خاصی به برنامه دیشب داد. نکته قابل توجه در برنامه رومی و صوفی حضور گسترده جوانان در این برنامه سنتی بود که به گفته خانم فهیم خرازی مسئول فستیوال هنر و ترتیب دهنده برنامه نشان از علاقه آنها به ادب و فرهنگ سرزمین آبا و اجدادیشان دارد. دوست دارن به ریشه‌شون برگردن، میخوان این فرهنگ پربار رو داشته باشن. فرهنگ ما غنیه و کهنه و حق جووناست، آینده مال جووناست، اونا باید راجع به مملکتشون بدونن. ویژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.